سلام عرض می‌کنم خدمت شما. افتخاری است برای بنده که در خدمت شما و بینندگان عزیز باشم. ممنونم آقای دکتر. بریم سر وقت این نرخ بهره بانکی که کاهش پیدا کرده. ما یه سری از بینندگانمون احتمالاً ممکنه یه مقدار با مفاهیم اقتصادی کمتر آشنا باشن. اگه موافق باشی اینجوری ورود کنیم به بحث که اصلا این نرخ بهره بانکی چی هست؟ بالا بره بهتره، پایین بیاد بهتره؟ کی تعیینش می‌کنه از این موضوعات؟ بله، ببینید، نرخ بهره بانکی در واقع نرخ پولی هست که در بازار بین بانکی در جریان هست. این پولی که در بازار بین بانکی در جریان هست برای تسویه روزانه کلیه مبادلات داخل کشور استفاده میشه. ما 2% نقدینگی کشور حدوداً پول نقد هست که وقتی شما مثلا کالایی رو خریداری میکنید پول نقد رو پرداخت میکنید. بقیه 98% سپرده های بانکی هست. در واقع ما از طریق کارت، از طریق سپرده های بانکی مبادلات خودمون رو انجام میدیم. وقتی که شما یک مبادله رو انجام میدید، پولی رو قرار هست به فرد دیگری منتقل کنید، این در نهایت در بازار بین بانکی از یک بانک به بانک دیگری منتقل خواهد شد. در این بازار بین بانکی یک پول خاصی در جریان هست که واحد اون پول خاص ریال هست. بنابراین افراد عادی تمایزی قائل نمیشن بین بازار بین بانکی و نقدینگی داخل جامعه. ولی ما میدونیم که بازار بین بانکی یک لوپ بسته هست، یک بازار بسته است، فقط برای تسویه بین بانکی استفاده میشه. مجموعه تمام این در واقع حساب‌های سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در واقع اسمی داره تحت عنوان پایه پولی که شاید بینندگان عزیز ما شنیده باشند. پس وقتی ما از پایه پولی نام میبریم، مجموعه سپرده‌های همه بانک‌ها هست نزد بانک مرکزی. درسته. آقای دکتر، چه چیزی تعیین کننده ای افزایش یا کاهش این نرخ بهره بانکی است؟ یعنی چه عاملی تاثیر میذاره که حالا بره بالا و بیاد پایین؟ و یه نکته بعدش این هستش که بالا بودنش بهتر برای اقتصاد یا پایین بودنش؟ بله، سوال خیلی خوبی مطرح فرمودید. ببینید، این بستگی داره که چه مقدار در واقع عرضه و تقاضای در واقع این سپرده ای که بانک ها در نزد بانک مرکزی نگه میدارن چگونه باشه. یعنی اگر حجم مبادلات زیاد باشه یا اگر مثلا نان پرفورمینگ لون وجود داشته باشه، تسهیلاتی پرداخت بشه بعداً دریافت نشه، بانک‌ها با کسری مواجه بشن و بانک‌ها مجبور بشن از همدیگه استقراض کنن، نرخ، یعنی قیمت پول در بازار بین بانکی افزایش پیدا می‌کنه، نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا می‌کنه. به عکس، اگر که مثلا این وقتای تقاضا کم باشه، مثلا در ابتدای سال 99 به دلیل بحران کرونا شما ملاحظه فرمودید که نرخ بازار بین بانکی به شدت سقوط کرد و تا 6% رسید. اما این امروز یک تفاوت اساسی بین الان هست و زمانی که ما بحران کرونا رو در سال 99 داشتیم. برداشت بنده این هست که در شرایط فعلی عرضه ذخایر بین بانکی، عرضه این سپرده های بین بانکی افزایش پیدا کرده نسبت به تقاضا و این خبر خوبی نیست. این نشون میده که متاسفانه پایه پولی در حال رشد است. چگونه پایه پولی رشد میکنه؟ معمولا اینطور است که بانک مرکزی به دولت، که دولت هم در کنار بانک‌های تجاری یک حساب نزد در واقع بانک مرکزی داره و در بازار بین بانکی یک حساب داره، در واقع بانک مرکزی داره خلق پایه پولی انجام میده و به حساب دولت داره تزریق میکنه. احتمالاً به این دلیل بوده که نرخ بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده. اما سوال دیگرتون این بود که آیا این کاهش نرخ بازار بین بانکی به صرفه است یا افزایش نرخ بازار بین بانکی؟ ببینید، برای این در ادبیات اقتصاد پولی یک مثالی میزنند که من فکر میکنم برای بینندگان عزیز خیلی راهگشا خواهد بود. وقتی که میخوان این نرخ رو تعیین کنند، یعنی سیاستگزار پولی میخواد نرخ رو تعیین کنه، در اصطلاح به زبان انگلیسی میگن باید فاین تیونینگ انجام بشه. فاین تیونینگ از اینجا اومده. ببینید، اون رادیوهای قدیمی رو اگر که بینندگان عزیز یا شما خاطرتون باشه، این رادیوهای قدیمی یک پیچی داشتن. این پیچ رو شما بعضی وقتا میچرخوندی به سمت چپ، به سمت راست، به سمت چپ، به سمت راست، تا میرسید سر موج خاص قرار میگرفتی. این موج خاص در واقع شما میتونستی امواج رو دریافت کنی، صدا رو بشنوی. یه مقدار این طرف باشه مشکل زاست، یه مقدار اون طرف باشه مشکل زاست، دقیقاً باید فاین تیون بشه. فاین یعنی دقیق، تیون یعنی تنظیم شدن، یعنی به صورت دقیق تنظیم بشه. متاسفانه در کشور ما اصلا تا حالا ما سیاست گذاری پولی نداشتیم که این نرخ رو بخوایم تنظیم کنیم. دقیق میفرمایید، آیا این مناسب هست یا مناسب نیست؟ اگر 3 ماه پیش بود میگفتم مناسب نیست،
اگر دو ماه پیش بود میگفتم مناسب نیست. الان از من بپرسی جواب خونسا میدم. یک ماه دیگه میگم باید نرخ بازار بین بانکی کاهش پیدا کنه. بستگی داره به انتظارات تورمی. درست. انتظارات تورمی در انتهای سال 99 بسیار بالا بوده. به باور بنده انتظارات تورمی یک مقدار زیادی تعدیل شده. حالا یک مقدارم به دلیل اینکه قیمت ارز خیلی بالا رفته بوده بعد یک مقدار کاهش پیدا کرده. مسئله دیگه مسئله برجام هست. دقیق می‌فرمایید اینها باعث شده که برعکس سال 99 که این انتظارات تورمی شعله ور شده بود در سال 1400 یک مقدار انتظارات تورمی تعدیل شده. درسته. اونتا برعکسش تزریقی هست که بانک مرکزی داره در بازار بین بانکی انجام میده. بله. اینها دارن با هم دیگه در یک تناقضی قرار میگیرن. درسته. آقای دکتر کاهش یا افزایش این بهره بین بانکی چه خبری و چه تأثیری میتونه بر بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه بذاره؟ بر بازار سرمایه ببینید وقتی که بازار سرمایه اوج میگیره این عرضه مازاد ذخایر در بازار بین بانکی به نفع بازار سرمایه خواهد بود. دقت فرمودید وقتی بازار سرمایه سقوط کنه اعتماد از دست بده عرضه و کاهش نرخ بازار بین بانکی و کاهش نرخ بهره هیچ تأثیری بر بازار سرمایه نخواهد داشت. دقت می‌فرمایید اینا مطالب خیلی ساده‌ای هست بله. که من انتظار دارم واقعا فعالان بازارش توجه بکنن. الان شما می‌بینید نرخ ارز یک مقدار افزایش پیدا کرد، یک مقدار برجام به تعویق افتاد. از اون طرف شما می‌بینید که ذخایر داره در بازار بین بانکی تزریق میشه و البته یک سیاستی که به نظر من سیاست خوبی نبود و ناعادلانه بود این بود که بالاخره 200 میلیون دلار 50 میلیون دلارش در بازار تزریق شده، 150 میلیون دلار دیگه هم قرار در بازار تزریق بشه. به نظر من میرسه تا آخر خرداد ما این جو مثبت روانی ادامه پیدا بکنه. منتها بعدش ما وارد فصل مجامع میشیم که فعالان بورسی اونهایی که تجربه دارن کاملا آشنا هستن که در فصل مجامع چه اتفاقاتی خواهد افتاد. که ببینید این که ما از نرخ بازار بین بانکی به این برسیم که بازار سرمایه در دو سه ماه آینده صعودی خواهد بود یا نزولی واقعا بنده در اختیار بنده نیست و در توانای بنده نیست، ولی برداشت من از تجربه که در بازار دارم این هست که تا آخر خرداد احتمالاً بازار مثبتی باشد. درسته. آقای دکتر یه چند روزی هم هستش که بازار مثبت میشه. برخی از کارشناسان که حالا ما باشون صحبت میکنیم میگن که به دلیل این هستش که این نرخ بهره بین بانکی داره کاهش پیدا میکنه. شما موافقید با این نگاه؟ نه. ببینید واقعیت به نظر من مسئله اصلی که روی بازار تأثیر میگذاره بله. افزایش نرخ ارز بوده. به نظر من این بیشتر از بقیه تأثیر میذاره. منتها ببینید در کنار افزایش نرخ ارز وقتی نرخ بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی پایه پولی ایجاد شده، یعنی پول پرقدرت ایجاد شده. وقتی شما پول پرقدرت ایجاد میکنی با یک نسبت چند برابری نقدینگی در جامعه ایجاد خواهد شد. درست. بنابراین ببینید سال گذشته همین بود، وقتی بازارم اومد پایین و سقوط کرد همین مسئله بود. ببینید ما نقدینگی مازاد زیادی در حساب‌های سپرده در نزد بانک ها داریم. اگر این نقدینگی جذب بازار سرمایه بشه اصلا معلوم نیست که شاخص رو ما باید چند در نظر بگیریم. مهم این است که افراد ببینید برای اینکه نقدینگیشون رو انتقال بدن به بازده انتظاری بازارهای مختلف توجه میکنن. الان یک مقداری خوشبینی در بازار مجددا حکم فرما شده. من برداشتم این است که یک مقدارش به خاطر نرخ ارز، یک مقدارش به خاطر انتخابات است، یک مقدار زیادیش به خاطر این هست که برخی از ریسک هایی که ریسک تغییر سیاست گذاری بود به نظر من رفع شده. یعنی مثلا الان شما ببینید دامنه نوسان منهای مثبت 5% نسبت به مثلا پارسال هیچ تغییری نکرده، ولی این مقدار افراد رو نگران کرده بود، دامنه نوسان نامتقارن که وجود داشت. اینها همه با هم دیگه داره مرتفع میشه. ولی اگر باز هم از من بپرسید در ماه تیر چه اتفاقی میفته، بنده پاسخ همین است که نمیدانم. باید منتظر بمانیم و ببینیم. آقای دکتر اینکه مثلا نرخ بهره بانکی به مرور حالا مثلا تک رقمی بشه این چقدر میتونه تاثیر بذاره رو بازار سرمایه؟ ببینید عرض کردم نرخ بهره بین بانک هیچ وقت جدای از نرخ تورم انتظاری نباید سوال بشه. توجه میفرمایید؟ یعنی شما باید بفرمایید که نرخ بهره واقعی اگر مثلا کاهش پیدا کنه چطور میشه، یا نرخ بهره واقعی اگر افزایش پیدا کنه. که نرخ بهره واقعی هست، نرخ بهره اسمی یعنی نرخ تورم انتظاری. درسته. واقعیت این هست که برداشت بنده این هست ما از یک شرایط بسیار تورمی بسیار بالا، شرایطی که میتوانست به خدای نکرده ابر تورم مواجه بشه، ناگهان این انتظارات تورمی با یک سکت مواجه شده، با یک توقف مواجه شده.
دقیقاً فهمه که خیلی مثبته. خیلی مثبته. بهترین حالتی که ممکنه برای بازار سرمایه پیش بیاد برعکس اون چیزی که فعالان بازار ایران معمولاً تجربه کردن. چون فعالان بازار تصورشون این است که شرایط تورمی به نفع بازار هست، در حالی که بسیاری از این افراد از تورم جا میمونند. حالا بعضی هم هستن بالاخره خوب عمل میکنن، ولی بسیاری از افراد هم از تورم جا میمونن. عرضم این هست فعالان بازار باید پشتیبان مردم باشن، پشتیبان کشور، اقتصاد کشور باشن. ما اگر بتوانیم نرخ تورم و نرخ بهره رو تک رقمی بکنیم و حتی زیر 5% بیاریم، اون وقت ما با یک پی بی ای 15-20 مواجه خواهیم بود که مطمئن باشید قریب به اتفاق افرادی که در بازار بورس سرمایه گذاری کردن، مثلا در فاصله یک سال و نیم قطعا بالای تورم سود خواهند کرد. یعنی اگر به سمت شرایط غیر تورمی برویم بسیار بسیار به نفع بازار سرمایه خواهد بود. درسته آقای دکتر، خیلی ممنونم از اینکه در